سازمان دیدبان حقوق شیعیان شیع رایس واچ طی بیانیه ای حمله انتحاری سنی های تندرای داعش به مسجد شیعیان شهر کابل را محکوم کرد در بیانیه این سازمان حقوق بشری که نسخه از آن برای خبرگزاری شیعه ویوز ارسال شده آمده است باعث تأسف است که گروه های تروریستی و سنیهای های وابسته به آنها همچنان آزادانه در افغانستان به اعمال پلید خود ادامه می دهند و تعدادی زیاد از مردم مظلوم و شیعیان افغانستان را به خاک و خون میکشند و به شهادت میرسانند. این سازمان در بیانیه خود زمین اشاره به تعداد مجروحان انفجار تروریستی در مسجد از زهرا سلام الله علیها که اکثر آنها را کودکان، زنان و کوهن سالان تشکیل داده اند افزود این اقدامات ادامه یا روند جنایات خونخارانی است که کاری جز تفرق افکنی بین مسلمانان و کشتر آنان و بدنام کردن اسلام در جهان ندارند. سازمان جهانی شرایس در بیانیه خود از دولت مردان افغانستان خواست تا به وظیفه خود در حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان شیعه این کشور عمل کنند و عناصر تروریس مزدور و حامیان و مروجان تفکر تکفیر و وهابیت را مورد پیگرد و محاکمه قرار دهند. لازم به ذکر است در حمله سنی های تندروی داعش به مسجد از زهرا سلام الله علیها در غرب کابل دست کم پنج نفر از شیعیان به شهادت رسیدند و دوازده تن دیگر به شدت مجروح شدند